گفتگو میکنیم با افشین شاهی، استاد روابط بین الملل دانشگاه برادفورد بریتانیا. آقای شاهی، روزنامه وال استریت ژورنال در تحلیلی این احتمال رو مطرح کرده که نبود ملک سلمان در نشست کمپ دیوید امکان تصمیم گیری مستقل ریاض برای خونسا کردن برنامه اتمی ایران رو فراهم میکنه. شما چه نظری دارید؟ من به استنباط من این تحلیل درستی نیست. تا به امروز مکررن دولت مردان عربستان سعودی، به خصوص پادشاه جدید آقای ملک سلمان، در واقع فشارهاشون رو روی واشنگتن بیشتر و بیشتر کردن که به شکلی منطقه رو ترک نکنه و در واقع میخواستن به شکلی موضع فعلی ایالات متحده آمریکا رو در منطقه حفظ بکنن، چون به استنباط من عربستان سعودی خودش رو، در واقع موضع خودش رو، وضعیت خودش رو بدون واشنگتن در خاورمیانه بسیار ضعیف و آسیب‌پذیر میبینه. حالا آقای شاهید، عنوان میشه که کشورهای عرب خلیج فارس از آمریکا خواهان تضمین‌های امنیتی و احتمالاً سیستم‌های دفاعی برای مقابله با توان موشکی ایران هستند. آیا احتمالاً این آمادگی در کشورهای عرب وجود داره که توان دفاعی خودشون رو مقابل توان موشکی ایران یک پارچه کنن، و آیا همچنان بحث تشکیل ارتش متحد عربی در منطقه مطرحه یا نه؟ بحث یک پارچگی در واقع ارتش‌های کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و در واقع ادغام بعضی از این در واقع ارگان‌های امنیتی بحثی است که سال‌ها در جریانه، ولی خب متاسفانه یا خوشبختانه، حالا بستگی به موضع سیاسی هر شخصی داره، این در واقع پروسه انجام نشده. و دلیل اصلیش هم این هستش که جدا از مسئله ایران که به نظر میاد در واقع تمام کشورهای در واقع همکاری شورای خلیج فارس اون در واقع تهدید ایران یک چیز مشترک دارن، یک تهدید مشترک دارن، در خیلی از مسائل دیگه اختلاف نظرهای جدی هست. قطر با عربستان سعودی اختلاف نظرهای جدی داره، کویت در بعضی از برنامه‌هاش با عربستان سعودی اختلاف نظرهای جدی داره، و به خاطر این اختلاف نظرها به استنباط من خیلی بعید میدونم اون در واقع ارتش یک پارچه‌ای رو که چند ماه پیش در شرم الشیخ در موردش صحبت میکردن به وجود بیاد، و اگرم که به وجود بیاد به نظر من با اون شکل منسجم که بتونه در واقع یک مکانیزم بسیار جدی و قابل توجه امنیتی رو به وجود بیاره، من فکر نمی‌کنم به اون مرحله برسه. به رفع نگرانی‌ها اشاره شد. به نظر می‌رسه که برخی سناتورهای جمهوری خواه در آمریکا با اقدام پرزیدنت اوباما برای جلب حمایت متحدان عرب خود با وعده کمک‌های نظامی و از این قبیل مخالفن. این مخالفت‌ها فکر می‌کنید با چه هدفی انجام میشه آقای شاهی؟ در یک کلام اسرائیل، گرچه که امروز در واقع اهداف اسرائیل برای تضعیف کردن موضع تهران به شکلی نزدیک شده به اهداف ریاض، و خب اگرم که امروز مشاهده کرده باشید بعضی از روزنامه‌های دستراستی اسرائیل هم در مورد این مسئله مطالب رو منتشر کرده بودن که در واقع ارتباطات این دو کشور نزدیک میشه، اما در این حال یک تضمین امنیتی به اون شکلی که بین اسرائیل و آمریکا وجود داره، اگر به وجود بیاد بین آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس، این در بلند مدت میتونه در واقع منافع استراتژیک و ژئوپلیتیک اسرائیل رو به خطر بندازه، گرچه که در شرایط فعلی، در شرایط کوتاه مدت، این میتونه در واقع به نفع منافع اسرائیل باشه. اما استنباط من این هستش که دلیل اصلی مخالفت سناتورهای جمهوری‌خواه این در واقع شرایط خاص اسرائیل در منطقه است، و اینها نمیخوان به هیچ شکلی این رابطه ویژه‌ای که بین آمریکا و اسرائیل وجود داره به خدشه بیفته و به شکلی آسیب پذیر بشه.